به نام خدا. دوستان عزیز سلام، من سعید هستم از کانال هلوتک مارکت و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. ما توی این ویدیو میخواییم در مورد ساخت یک ساعت دیجیتالی بدون میکروکنترلر صحبت کنیم. قبل از این ویدیو ما یک ویدیو مقدمه گرفتیم که در مورد جزئیات این مدار صحبت کردیم. اگر اون ویدیو رو ندیدید لطفا حتما اون ویدیو رو ببینید. برای اینکه اون ویدیو رو راحت بتونید پیدا کنید، لینکش رو براتون این بالا یا 20 ثانیه آخر همین ویدیو و یا در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار میدم. برای تولید کلاک والت در این مدار از IC 555 استفاده شده که ما قبلا راجع به صحبت کردیم و گفتیم که این مدار به چه شکلی عمل میکنه. همونطور که میبینید ما اینجا IC 555 رو استفاده کردیم که به شکل مود آستاول بسته شده و یک شکل موج مربعی رو برای ما روی پایه شماره 3 تولید میکنه که این شکل موج مربعی یا کلاک پالس ما وارد پایه شماره 14 میشه و عمل شمارش توی IC 7490 در واقع شروع میشه. این IC هم با ولتاژ 5 ولت کار میکنه، پایه 1ش گرانده، پایه 8ش VCC. این نکته رو دقت کنید که فقط توی این IC هستش که گراند و VCC مشخصه، اما توی IC های دیجیتالی توی شبیه ساز پایه های منفی و مثبت مشخص نیستن و به صورت پیش‌فرض ولتاژ بهش داده شده. IC های 7490 و 7447 هم که ما اینجا استفاده کردیم از نوع TTL هستن و با 5 ولت کار میکنن، در نتیجه نباید ولتاژ بیشتر از 5 ولت به این مدار اعمال بشه. خب یک بار مدار رو اجرا میکنم تا عمل کرده 555 رو ببینیم. این مقاومت و این LED به خاطر این هستش که شما عمل ثانیه رو در واقع یا همون کلاک پالس رو بتونید ببینید، اما در واقع این کلاک پالس مستقیما به پایه 14 IC 7490 به عنوان کلاک پالس رفته. شمارنده 7490 با لبه پایینی کلاک پالس ما کار میکنه و عمل شمارش رو انجام میده. قطعاتی که توی آستاب خیلی مهم هستن برای تعیین فرکانس خروجی یا همون کلاک پالس C1، R2 و R1 هستن که R1 مقدارش 1 مگا اوم، R2 مقدارش 220 کیلو اوم و خازن C1 1 میکروفاراده. این خازن C2 هم که به کنترل ولتیج و زمین وصل شده برای عملکرد بهتر مدار هست و تأثیری توی کلاک پالس و سرعت خروجی پایه شماره 3 نداره. پایه 4 که ریست بار هست حتما باید به مثبت مدار وصل شه که آی سی کار کنه. پایه 8 هم که قبلا گفتیم مثبت هست، پایه 1 منفی. پایه 2 تریگر هست که حتما باید وصل بشه به پایه 6 که ترشولد هست و دیسچارج هم که پایه شماره 7 با یه مقاومت به 6 وصل میشه و با یه مقاومت هم به وی اس سی. خب بریم سراغ آی سی شمارنده و آی سی مبدل بی سی دی به 7 سگمنت. همونطور که میبینید کلاک پالس داره وارد پایه شماره 14 IC 7490 میشه و در خروجی ما شمارش رو خواهیم داشت. حالا از پایه 12 IC یعنی Q0 دوباره یک خروجی میگیریم به کلاک B و در نتیجه داخل این IC چون دو تا شمارنده هستش، در نتیجه ما به صورت باینری در خروجی عدد 0 تا 9 رو خواهیم داشت و همونطور که میبینید به خاطر اینکه این شمارش محدود نشه تمام پایه های ریست به زمین بست شدن. خب ورودی های IC 7447 پایه های 7، 1، 2 و 6 هستن که میشه A, B, C و D و دقیقا این در واقع بیت های کم ارزش تا پر ارزشه. Q0 تا Q3 وارد A تا D شدن. این IC هم 3 تا پایه 3, 4 و 5 داره که برای اینکه این IC درست کار کنه باید به مثبت وصل بشن. خروجی های IC 7447 که به سمت 7 سگمنت رفتن پایه های 13, 12, 11, 10, 9, 15 و 14 هستن که به ترتیب سگمنت های A, B, C, D, E, F و G رو تشکیل میدن که هر کدوم از این خروجی ها باید حالا با کمک یک مقاومت 100 اوهمی به پایه های مربوطه 7 سگمنت وصل بشن که ما اینجا مقاومت نذاشتیم، اما برای اینکه 7 سگمنت ها آسیب نبینن بهتره که تو مسیر پایه ها حتما یه دونه مقاومت 100 اوهمی قرار بدیم. خب این 7 سگمنت یکان ثانیه هستش که در واقع خروجی های IC 7447 مربوطه بهش متصل شده و این پایه ها دقیقا روی 7 سگمنت مشخصن، پایه های A تا G و همونطور که میبینید خروجی های 7447 A تا G متصل شده به اینجا، اطلاعات وارد این 7 سگمنت میشه و عدد مربوطه روی 7 سگمنت به نمایش در میاد. این 7 سگمنت ها از نوع آنود مشترک هستن، یعنی یک پایه مثبت دارن و مابقی
پایه‌ها که مربوط به اطلاعات میشن حتما وصل میشن به 7447. حالا این مدار هی تکرار شده تا ما بتونیم در واقع شمارنده ها رو به اندازه‌ای که نیاز داریم داشته باشیم. یکان ثانیه، دهکان ثانیه، یکان دقیقه، دهکان دقیقه و یکان ساعت و دهکان ساعت. به همین دلیل این مدار چندین و چند بار تکرار شده. بعد از اینکه عمل شمارش یکان ثانیه توی این دوتا IC اتفاق افتاد و ما از 9 به 0 رفتیم، کافی هستش که از خروجی Q3 که با ارزشترین بیت این IC هست یک خروجی به عنوان کلاک بگیریم و وارد پایه شماره 14 IC 7490 دوم بکنیم که مربوط میشه به دهکان ثانیه و همون اتفاقات دوباره داره توی این دوتا IC میفته و عمل شمارش داره اینجا به نمایش در میاد. اما یه نکته اینجا وجود داره. اگر دقت کنید میبینید توی این مدار ما تمام پایه‌های ریست رو به زمین وصل نکردیم و فقط R9 1 و 2 رو به زمین وصل کردیم برعکس قسمت قبل. اما برای اینکه این IC رو محدود بکنیم به شمارش و فقط تا 5 برای ما شمارش کنه که در نهایت ما از 0 تا 59 رو داشته باشیم برای ثانیه‌مون، اومدیم با کمک خروجی‌های خود IC R01 و R02 رو ریست کردیم. در نتیجه تو خروجی ما از نظر ارزشی بیت‌های 4 و 2 1 بشن که در نهایت عدد 6 رو برای ما میسازن. این دوتا خروجی های 2 و 4 به R0 و R1 وصل شدن و زمانی که هر دوی اینها 1 میشن IC رو ریست میکنن و IC دوباره عدد 0 رو نمایش میده. در نتیجه ما اینجا هیچ وقت بعد از 5 عدد 6 رو نخواهیم داشت. همونطور که گفتم 2 و 4 که جمعش میشه 6 میاد و وصل میشه به این دوتا پایه ها و IC رو ریست میکنه. اگر فقط چند ثانیه دیگه به این تصویر دقت بکنید ما میبینیم که 59 رو داریم و به محض این که میخواییم بریم به عدد بعدی اینجا 0 میشه. دلیلش هم این هستش که دقیقا روی پایه 9 و 8 هر دوتا خروجی 1 میشن و IC رو ریست میکنن. ببینید الان این اتفاق افتاد و این دوتا خروجی ها سریع اومدن R01 و 2 رو ریست کردن و IC دوباره خروجی 0 شد و ثانیه هم داره یکان ثانیه هم داره به کار خودش ادامه میده. همین اتفاق دقیقاً داره برای دقیقه هم میفته و در اصل ما این مدار رو به این شکل دوباره کپی کردیم و این بخش رو کاملاً در قسمت پایین هم داریم بدون هیچ تفاوتی، به خاطر اینکه دقیقاً دقیقه هم قرار هست مثل ثانیه همین عمل شمارش رو انجام بده. خب یه نکته حالا اینجا وجود داره، اونم اینه که ما توی قسمت قبلی از Q3 یک پالس گرفتیم و آوردیم به پایه شماره 14، اما چون دهکان ثانیه محدود شده به عدد 5 ما دیگه نمیتونیم از خروجی Q3 در واقع سیگنال رو بگیریم و باید از Q2 سیگنال رو بگیریم و بیاریم وارد پایه شماره 14 IC بعدی کنیم. این دیودی هم که اینجا قرار گرفته به خاطر این هست که اگر ما بخوایم به صورت دستی دقیقه رو جلو ببریم، به صورت دستی میایم به این قسمت ولتاژ میدیم و کلاک وارد این IC میکنیم و به خاطر اینکه این سیگنال وارد این IC نشه و اختلالی توی کار این IC اتفاق نیفته، این دیود رو حتما باید تو مسیر قرار بدیم که این دیود اگر دقت کنید این قسمتش کاتود هست، این قسمت آنود و این دیود باعث میشه که ولتاژ مثبت نتونه از این طرف وارد مدارمون بشه و جلوش رو میگیره، اما هرچی سیگنال این طرف داریم میتونه از این دیود عبور بکنه و بیاد بره به کلاک IC بعدی. خب توی دقیقه هم دقیقا همین اتفاق افتاده. اگر یک بار دیگه زوم کنیم و به مدار دقت کنیم میبینیم اینجا هم تمام پایه های ریست زمین شدن و خروجی از Q3 گرفته شده برای پالس IC بعدی و باز هم اینجا دوباره همون عمل محدود کردن شمارش روی R0 1 و 2 توسط خروجی ها اتفاق افتاده و باز هم کلاک رو ما از Q2 گرفتیم برای قسمت بعد که میشه ساعت و باز هم ما اینجا یک دیود تو مسیر قرار دادیم و از اینجا هم میتونیم کلاک های مربوط به افزایش ساعت رو به پایه شماره 14 IC قسمت ساعتمون اعمال کنیم و در مجموع مدار ما به این شکل خواهد شد. اما به خاطر اینکه بخش آور یا ساعت رو به 23 محدود کنیم یک تغییراتی دوباره توی این بخش داده شده که در ادامه براتون توضیح میدم. خب وارد بخش ساعت شدیم. این قسمت طبق معمول مربوط میشه به یکان و این قسمت هم مربوط میشه به دهکان. خب تفاوت این بخش با بالا در چی هست؟ تفاوتش در این هستش که قرار نیست
این دوتا شمارنده از عدد 23 بیشتر شمارش کنن. اما موضوع اینجاستش که این آیسی شمارنده قسمت یکان ساعت دو بار باید از 0 تا 9 رو شمارش کنه، ساعت 1 تا ساعت 9، بعد 0 بشه دوباره، اینجا بشه 1 که در نهایت ساعت بشه 10، دوباره از 1 تا 9 بشموره که از ساعت 11 تا 19 رو به ما نشون بده، و وقتی این دوباره 0 شد اینجا بشه 2 که ساعت 20 رو به ما نشون بده، و در ادامه 21, 22 و 23 رو هم داشته باشیم که دیگه روی ساعت 24 دوباره آیسی ها ریست بشن. برای اینکه این اتفاق بیفته ما باید از خروجی هایی استفاده بکنیم که به درد ما بخوره، و زمانی که خروجی ها دارن عدد 23 رو نمایش میدن و میخوان برن روی 24، جفت آیسی ها ریست بشن. چون ریست آیسی ها به هم مرتبط شده، در نتیجه R0 ها به هم راه دارن و به هم وصل شدن. طبق معمول R9 1 و 2 هر دوتا آیسی زمین شده، اما R0 1 و 2 آیسی ها به هم راه پیدا کردن. به چه شکل؟ به این شکل R0 1 این آیسی به R0 1 این آیسی وصل شده، R0 2 این آیسی هم به R0 2 این آیسی وصل شده. اما خروجی ها، اول بریم سراغ R0. برای R0 هر دوتا آیسی ما اومدیم از این خروجی، یعنی بیت سوم Q2 یک بار گرفتیم آوردیم اینجا و وارد این آیسی هم شده، و ما دیگه کاری به بقیه خروجی ها نداریم. دلیلش این هستش که قراره این آیسی دو بار برای ما از 0 تا 9 بشموره، و از اونجایی که گفتیم حتما باید R0 1 و R0 2 با هم دیگه یک بشن تا خروجی ها ریست بشه، ما با این کاری کردیم که این IC دو بار بتونه عمل شمارش 0 تا 9 رو انجام بده. چون اگر R0 1 به تنهایی یک بشه IC ریست نخواهد شد. حالا اتفاقی که میفته توی این IC، وقتی که ما عمل شمارش 1 و 2 رو داشتیم، به محض اینکه از 2 میخوایم بریم به 3، Q1 ما که 1 هست یه دفعه 0 میشه. پس در نتیجه میتونه یک پالس برای ما ایجاد کنه. ما از همین Q1 گرفتیم، به این شکل آوردیم وارد R0 2 هر دوتا IC کردیم. پس وقتی که این IC عمل شمارش رو برای ما تا 2 انجام داد، خواست بره به 3، باعث میشه که R0 هر دوتا IC 1 بشن و هر دوتا IC برای ما ریست بشن. پس این دوبار عمل شمارش 0 تا 9 رو انجام میده و باعث افزایش عدد اینجا از 0 به 1 و از 1 به 2 میشه. برای مرتبه سوم که قرار هست این IC افزایش پیدا بکنه، افزایشش باعث ریست هر دوتا IC میشه. به همین سادگی ما این دوتا IC رو محدود کردیم به عدد 23. خب برای افزایش دستی قسمت دقیقه و ساعت هم ما اومدیم از این مدار کلاک پالس دستی استفاده کردیم. یه ولتاژ 5 ولت میاد وارد یک کلید میشه، سمت دیگه کلید میاد توی یک مقاومت 1 کیلو و به زمین وصل میشه. زمانی که ما دستمون رو میذاریم روی این کلید و برمی‌داریم، این قطع و وصل شدن ولتاژ 5 ولت برای ما یک کلاک ایجاد میکنه. اما این اتفاق میتونه باعث بشه که ولتاژ 5 ولت و زمین با هم دیگه اتصالی کنن. برای جلوگیری از اتصالی منبع تغذیه، یه مقاومت 1 کیلو سر راهش میذاریم به عنوان مصرف کننده. وقتی که ما این کلید فشار دادیم، هم باعث میشه که ولتاژ 5 ولت با زمین اتصالی نکنه. به این مقاومت میگن مقاومت پول داون. اگه در مورد مقاومت های پول آب و پول داون اطلاعی ندارید، لینکش رو این بالا یا 20 ثانیه آخر این ویدیو یا تو قسمت توضیحات میذارم که در موردش مطالعه کنید. این قسمت که من این دکمه رو فشار میدم، ببینید این مینت یا خروجی وصل شده به این ناحیه و اینجا دقیقا میاد وارد این پایه 14 یکان دقیقه میشه. خب من این کلید رو فشار میدم، اتفاقی نمیفته. به محض اینکه دستم رو برمیدارم، با لبه پایین رونده در واقع دقیقه یه دونه زیاد شد. دوباره یک بار دیگه فشار میدم، رهاش میکنم، زیاد میشه و من میتونم به صورت دستی یکان ساعت رو هم زیاد کنم و عمل شمارش انجام میشه و همینطور به ترتیب میره تا 19 و بعد میشه 20, 21, 22, 23 و دوباره ریست میشه.
و از این طریق من میتونم در واقع ساعتم رو تنظیم کنم، ثانیه هم که تنظیم دیگه نیاز نداره، خودش داره عمل شمارش انجام میده. برای ریست کردن این آیسی دیگه ما نمیتونیم کلید بذاریم و مداری در واقع براش ایجاد کنیم، به این دلیل که تمام آرها که به عنوان ریست هستن درگیر شدن و هر کدوم یه تنظیمی براشون انجام شده، نمیتونیم همه رو بیاریم و وصل کنیم به یه کلید و حالا زمین کنیم یا به ولتاژ 5 ولت وصل کنیم که آیسی رو ریست کنیم و خروجی ها رو کلا ریست کنیم. باید حتما مدار یک بار خاموش و روشن بشه. خب دیگه نکته دیگه باقی نمیمونه. اگر چیزی از قلم افتاد، سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها بپرسید، تا جایی که بتونم سعی میکنم جواب بدم. امیدوارم این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مرسی از لایک ها و کامنت های دلگرم کننده تون. اگه عضو کانال نیستید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد. مرسی که ما رو تماشا میکنید. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.